ناظران اتحادیه اروپا، دکتر غنی پیروز انتخابات است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رزاق مامون می نویسد: تغییر دراماتیک و اما متناقض در خبرهای عقب سنه انتخاباتی، اما آمریکایی ها مایلند که دکتر غنی باید جا خالی کند. تازه ترین اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان از تغییر دراماتیک در نتایج اصلی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان حکایت دارد. منبع گزارش فوق تیم ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در کابل است و اعضای ارشد این تیم انتباه دادند که دکتر غنی با کسب بیش از 59% آرا به پیروزی رسیده، اما روند شفافیت بخشی و اعلام رسمی مسئله از سوی آمریکایی ها به تأخیر افتاده است. هرگاه آژانس های خبری سرشناس و معتبر در کابل از نهاد اروپایی در رابطه به اصل جریان سوال کنند، ممکن است پاسخی دریافت کنند یا با سکوت برخواسته از ملاحظات روبرو شوند. گزارش قید می کند که ظرف بیشتر از یک هفته اخیر نگاه منفی مقامات آمریکایی و سفارت آمریکا در کابل نسبت به ادامه کار دکتر غنی صورت جدی به خود گرفته است. احتمال غالب این است که واکنش حکومت آمریکا بر ادامه کار اشرف غنی در رأس قدرت به دلیل آشتی ناپذیری رهبران طالبان با پاکستان و یک رشته تلاش های دیپلماتیک در سطح منطقه در رابطه با لزوم از سرگیری مذاکرات صلح آمریکا با طالبان ربط دارد. از همین رو کاخ سفید بر برکنار گذاشتن دکتر غنی از اریکه قدرت و گشودن راه برای حصول یک تفاهم پایدار جزم تر شده است. ناظران اتحادیه اروپا میگویند که حدود 4000 شکایت از تخلفات انتخاباتی درج شده، اما 70% از مجموع شکایات به موارد تکنیکی ربط دارد. به حواله ناظران اروپایی، تنها 25% تقلبات از سوی تیم‌های پیشتاز ثبت شده است. این در حالی است که چند روز قبل عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که تیم ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. با گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی درست پس از انتخابات در اولین کنفرانس خبری گفت انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. آقای عبدالله تصریح کرد که نتیجه انتخابات را کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد، اما او گفت بررسی های تیم ثبات و همگرایی نشان می دهد او برای بلند پیروز انتخابات است. عبدالله عبدالله از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر باطل کردن آرای بدون بایومتریک استقبال کرد و از کمیسیون شکایات خواست به شکایت ها رسیدگی کند. همزمان با اعلام پیروزی از سوی عبدالله عبدالله، کمیسیون انتخابات می گوید هیچ نامزد حق ندارد قبل از اعلام نتیجه از سوی کمیسیون اعلام پیروزی کند. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب ماه بعدی اعلام خواهد شد. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که هیچ نامزد انتخاباتی حق ندارد پیروزی خود را اعلان کند و این حق کمیسیون انتخابات است که بعد از بررسی تمام نتایج نامزد برنده را اعلان نماید. با گزارش سپوتنیک، حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات روز دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت اولین بار است که در افغانستان انتخابات با شفافیت بلند برگزار شده است. او افزود تاکنون 7500 فرم از طریق آنلاین به سرور کمیسیون انتخابات رسیده و فرم هایی که باقی مانده به زودی به سرور مرکزی انتقال داده می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از به دست آوردن شمارش آرا اعلام خواهد کرد، اما می گوید که تا حال شمارش کل آرا به پایان نرسیده و به ما منتقل نشده است. پیش از این عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری از طریق صفحه فیسبوک خود گفته است که تا دو روز گذشته ما نتایج ولایت‌های مختلف کشور را مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که آرای زیادی داریم.
عبدالله بیان داشته که نتایج بررسی های ما در دو روز گذشته نشان میدهد که تیم ثبات و همگرایی پیشتاز است و انتخابات در دور اول به نتیجه خواهد رسید و نیازی به دور دوم نخواهد بود. روی بدون بایومتریک مدار اعتبار نیست و کمیسیون های انتخاباتی باید جلو مداخله اداره احصای مرکزی در روند انتخابات را بگیرند. و همچنین میگوید متاسفانه برخی از مقامات در ولایت در پروسه انتخابات مداخله کردند که امرای آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سرنوشت کشور تنها بر اساس رای سالم، ثابت و پاک مردم تعیین می شود. این در حالی است که مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری گفت ارقام سطح اشتراک رای دهندگان در ولایت‌های قندوز و تخار به استثنای 20 مرکز به دست آمده، اما گزارشات فرا و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ارقام سطح اشتراک رای دهندگان و جدول نتایج آن به دست آید. او افزود هدایات کتبی بر اساس ولایت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ارسال گردیده تا تخلف، تقلب و تخطی هایی را که میبینند مستندسازی کرده و با رهبری این کمیسیون ها شریک سازند. به گفته این کمیشنر کمیسیون انتخابات مطابق قانون و تقویم انتخابات نتایج اولیه در مراکز اعلام شده و قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نتایج نهایی آن در 16 عقرب اعلان گردد. وی خاطر نشان ساخت که در ولایت های فرا و بدخشان تغییرات در قسمت تامین ارتباط و ارسال مواد انتخاباتی به دست نیامده است. در همین حال معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز چند روز قبل در یک نشست خبری به اعلام پیروزی در انتخابات از جانب عبدالله رئیس تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی واکنش نشان داد. با گزارش اسپاتنیک و نقل از خبرگزاری آوا، امرالله سالم معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی ناوقت شب دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری در کابل گفت از تیم های دیگر خواهش میکنم به اراده ملت مردم افغانستان و قاعده بازی احترام بگذارند و با تنش لفظی و ادبیات خیابانی روان مردم را نه مخدوش بسازند و نه هم به گروگان بگیرند. صالح همچنان افزود من از تمام کاندیداها میخواهم که بر رسم و رواج خیابانی پایان بدهند و بگذارند که افغانستان مثل دیگر ملل متمدن و پیشرفته قضاوت رسمی داشته باشد. او تاکید کرد که تنها نهادی که حق داوری از برد و باخت را دارد کمیسیون های انتخابات است. قابل ذکر است که عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حضور در یک نشست خبری اعلام کرد که رای تیم ثبات و همگرایی بلند است و نیاز به رفتن به دور دوم نیست. آقای عبدالله گفت رای ما در این انتخابات بلند است، نتایج را کمیسیون اعلان میکند اما ما با رای بلند آمدیم. آقای عبدالله افزود در یک دو روز گذشته مشغول بررسی نتایج بودیم و به این نتیجه رسیدیم که رای بلند داریم. جلو تقلب ها گرفته شود رای ما بلندتر هم می شود. وی تاکید کرد که در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرای حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 6 میزان در سراسر کشور برگزار شد. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به بحران احتمالی پس انتخابات میگویند که نامزدان باید برای جلوگیری از بحران نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. روز دوشنبه 8 میزان در یک نشست خبری نمایندگان مجلس تاکید کردند که انتخابات دو روز پیش شفافترین انتخابات نسبت به گذشته بوده و نامزدان باید طبق اصول دموکراسی به آرای مردم احترام بگذارند. غلام حسین ناصری یکی از اعضای مجلس گفت خواهش ما از تیم‌های انتخاباتی این است که نتیجه انتخابات را بپذیرند و به خاطر منافع ملی نگذارند افغانستان بار دیگر به بحران انتخاباتی سوق داده شود. آقای ناصری افزود انتخابات از اصول دموکراسی است که حتما برنده و بازنده ای دارد، اما نامزدان نباید به بهانه های میزان کم اشتراک کنندگان و یا دستیابی به حکومت ائتلافی بحران آفرینی کنند. غلام فاروق مجرو عضو دیگر مجلس نیز گفت انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هرچند کمرنگ بود و مشکلات خود را داشت، اما نسبت به انتخابات گذشته شفاف برگزار شد. امیدواریم که میسون های انتخاباتی استقلالیت خود را حفظ کرده و نتایج آرای پاک مردم را اعلان کند. کمال ناصر اصولی نیز گفت صداهای شنیده می شود که گویا برخی سیاسون انتخابات را قبول ندارند. مشخص نیست سیاستمداران افغانستان چی وقت به منافع ملی احترام میگذارند. متاسفانه سیاسون افغان در طول تاریخ چنین نقیصه ای را داشته و ترجیح دادن به منافع شخصی عامل بدبختی کشور بوده است.
بلقیس روشن عضو دیگر مجلس نیز گفت که شرکت کم مردم در انتخابات در واقع پاسخ به رهبران سیاسی که آنان باید خود را با خواست مردم همگام سازند. این در حالی است که برخی سیاسیون میگویند که میزان کم اشتراک کنندگان در انتخابات به حکومت آینده مشروعیت سیاسی نمیدهد، اما قانون اساسی و قانون انتخاباتی هیچ سقفی را برای مشروعیت انتخابات تعیین نکرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.